با عرض سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما دوستان عزیزان، به بهشت روی زمین کربلا خوش اومدید. در شب چهارم از ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم از کربلا، از کنار حرم آقا امام حسین و حرم برادرشون قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل علیه السلام. انشاءالله در کنار هم گوش فرامیدیم به زیارت مقدس عاشورا به نیت فرج آقا امام زمان، دفع بلا و گرفتاری از شیعیان، و انشاءالله به زودی زود راه کربلا باز بشه و قسمتتون بشه بیاید و از نزدیک انشاءالله زائر حرمشون باشید. لایو برای دوستاتون بفرستید، دوستاتون هم دعوت کنید به کربلا و در کنار هم گوش میدیم به زیارت مقدس عاشورا. با نیت گوش کنید و انشاءالله حاجت دلتون رو از آقا امام حسین، از آقا ابوالفضل علیه السلام بگیرید. بفرستید لایو برای تک تک دوستاتون، اونا هم دعوت کنید به کربلا انشاءالله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء السلام عليك يا فار الله وابن فاره والوتر الموجور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت لفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما ببيت، وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أساس الظلم والجور، عليكم أهل البيت، ولعل الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعل الله أمة قتلتكم، ولعل يدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن صادمكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمر، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك ومن براءتي ممن قاتلك ونصب لك الحال ومن براءتي ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا مماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبان اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم
عرض سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما دوستان عزیزان. الحمدلله امشب هم در شب چهارم از ماه مبارک رمضان در کنار هم گوش دادیم به زیارت مقدس عاشورا. انشالله که حاجت روا باشید از کنار حرم آقا ابوالفضل صلوات و سلام، انشالله حاجت روا بشید و به زودی زود رزق و روزی تک تکتون بشه. بیایید انشالله زیارت کنید حرم آقا ابوالفضل و حرم آقا امام حسین علیه الصلاه و السلام رو. جاتون خیلی 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 کربلا خالیه. آرزو میکنم برای تک تکتون که انشالله به زودی رزق و روزیتون بشه مثل مردم کشور عراق که روزانه ده ها هزار نفر از مردم کشور عراق میان برای زیارت آقا امام حسین علیه السلام. انشالله که رزق و روزی شما هم بشه. بیایید از نزدیک زائر حرم آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل. اینجا که دیدیم اومدم چای خوردم، چای خونه حرم حضرت ابوالفضل که هر سال ماه مبارک رمضان اینجا چای خونه میزنن و اینکه چای میدن به زوار از بعد از افطار تا سحر هر سال هستن و چای میدن به زائرای آقای امام حسین علیه السلام. اینا که این همه خادمای حرم آقا ابوالفضل و این چای هم چای حرم آقا ابوالفضل، این چای خوردن داره به نیابت همتون خوردم من این چایا. خلاصه چای خیلی خیلی خوشمزه است، یعنی من میتونم چی بگم، نیست مثل این چای من تا حالا نخوردم. هر سال ماه مبارک رمضان این چایی که میخوری، چای منتسب آقا ابوالفضل، چای خونه حرم آقا ابوالفضل، این چای خوردن داره. آرزو میکنم برای همه تون که انشالله رزق و روزیتون بشه. ما هم از اون بیاین کربلا و از این چای خوشمزه که خادمای حرم آقا ابوالفضل علیه السلام درست میکنن انشالله بخورید. ببینین یه من از کودکی عاشقت بودم حسین، از بچگی دارن کار میکنن خدمت میکنن، اینجا هم چای درست میکنن سادات و
اینجا هم چای میدم به زوال آقا ما حسین علیه السلام. واقعا خوشمزه است این چای، خدا میدونه نیست مثلش نخوردین تا حالا. من که میگم مثل این چای نخوردم، فقط هر سال ماه مبارک رمضان این چای رو میخوریم. یه طعم خیلی خاصی داره این چای، خیلی 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 خوشمزه است. حتما بازم ویدیو گرفتم گذاشتم، حتما بازم از اینجا ویدیو و استوری میگیرم میذارم ببینید خدمتی که خادمای حرم آقا برفرض میکنن تو ماه مبارک رمضان به زائرهای آقا سید الشهدا. سلام سلام سلام، خوش اومدید به کربلا. سلام، الحمدلله در کنار هم بودیم دوستان. عارضم به خدمت که لایو سحرگاهی امشب فراموش نکنید، انشالله سحر چهارمین روز از ماه مبارک رمضان ساعت 5 سعی میکنم یه رو به 5 بیام، یعنی 4:45 سعی میکنم زودتر از 5 بیام، ولی اعلامو 5 زدم، ولی انشالله یک رو زودتر انشالله لایو شروع میکنم که شما هم بیشتر، چون خیلی از دوستان میگن ما از آن که میگه نماز میخونیم میخوابیم و این لایو یه نیم ساعت بعد از آن ما طول میکشه، ولی سعی میکنم زودتر شروع بکنم لایو و ببینید و انشالله حالشه برای تو این 30 روز هر روز صبح زیارت کنید حرم آقا امام حسین. انشالله هر روز صبح اسمتون رو جزو زوار آقا سید الشهدا بنویسن، انا لله و انا اله راجعون. والله این مردن داره، بمیری بیان کربلا حرم آقا امام حسین توافت بدن، بیانت حرم آقا ابوالفضل توافت بدن، برش ببرنت نجف، حرم آقا امیرالمومنین توافت بدن و برن دفنت کنن تو وادی سلام نجف یا همین جا وادی کربلا. خدا رحمتش کنه، روح شاد، روح همه شیعیان شاد. لایو برای دوستاتون بفرستید، دوستاتون هم دعوت کنید به کربلا و هر روز بیایید و زیارت کنید حرم آقا امام حسین. الله رحمه، هر روز بیایید و انشالله زائر حرم آقا امام حسین باشه. استوری کنید، پیج به دوستاتون معرفی کنید، کانال تلگرام، کانال واتساپ، دوستاتون هم دعوت کنید که هر روز اونا هم مثل شما بیان زیارت کنن حرم آقا امام حسین و حرم آقا ابوالفضل علیه الصلاه و السلام رو. بنده دارم از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشالله وعده ما لایو سحرگاهی چهارمین روز از ماه مبارک رمضان ساعت 5:05 ربع کم به وقت تهران انشالله در خدمتتون هستم. یا علی مدد، التماس دعای فرج، خدا یار و نگهدارتون باشه. علی یار یاورتون دوستان، یا علی.